سلام به شما دوستان خوبم، امیدوارم که حالتون خوب باشه و خیلی خوش اومدید به کانال محمود بیز در یوتیوب. من در آموزش‌های گذشته روش‌های کسب درآمد از اینترنت رو یاد دادم که میتونید توی ویدیوهایی که من قبلا منتشر کردم اینها رو ببینید. یا معرفی وبسایت‌هایی بوده که کاربردهای اجتماعی داشتن یا کاربردهای مختلف که میتونید با عضویت در خیلی از سایت‌ها از خدمات اونها استفاده کنید. در آموزش های امروز در آموزش که امروز میخوام بهتون معرفی بکنم، سه وبسایت تخصصی اطلاعات دارویی رو به شما میخوام معرفی بکنم که حالا انتخاب بین بهترینش به عهده خودتونه. اما این سه وبسایت وبسایت هایی هستن که از لحاظ اطلاعات عمومی و اطلاعاتی که در اختیار پزشکا یا سایر عموم دارن قرار میدن در رتبه بسیار بالای قرار دارن. اولین وبسایت وبسایت ایران دارو هست، بانک اطلاعات دارویی دکتر خدام، که khoddamdrugs.com هم آدرس وبسایتشه که من در انتهای ویدیو حتما لینک ورود به این وبسایت رو براتون خواهم گذاشت. این وبسایت شما فقط کافیه آدرس دارویی که مد نظرتون هست رو در کادری که این پایین هست سرچ بکنید و هر چیزی که فکر بکنید براتون میاره. به عنوان مثال من میخوام استامینوفن رو سرچ بکنم، اینو استامینوفن به چه شکلی باید مصرف بشه، نوشتم استامینوفن و سرچش میکنیم. گفته ضد درد و ضد مخدر، غیر مخدر، ضد تبم هست و برای گروه بی دوران حاملگی طبقه بندیش بر همین اساسه و راه مصرف و دوز مصرفی این دارو هم برای بچه هایی که تا 12 سال باشن گفته به چه شکلیه و برای سنی 11 تا 12 سال هر 4 تا 6 ساعت باید تجویز بشه و به همین شکل دفع این دارو گفته از راه ادرار دفع میشه. چه فواید و چه معایب ممکنه داشته باشه که اینجا نوشته سابقه حساسیت شدید نباید داشته باشه، نباید احتیاط بکنید، بیماری شدید کبدی، بیماری کلیوی، اینا که این مرضی ها رو دارن نباید از این مصرف از این دارو استفاده بکنن. تداخلاتی که ممکنه ایجاد بکنه رو هم به صورت کامل شرح داده و واکنش های ناخواسته و عوارض جانبی دارو رو هم اینجا به صورت کامل شرح داده. در خصوص نگهداری دارو هم یه بخشیه که نوشته شیافه استامینوفن رو باید در یخچال نگهداری بکنید، مصرف همزمان این دارو با غذاهای غنی از کربن هیدرات جذب دارو به تأخیر میندازه، استامینوفن میتونه خورد کرد و با مایعاتی که فرد دوست داره مخلوط کرد. اینها گفته که به این شکل میتونید، مثلا یه نفر میگه من نمیتونم بخورم، میتونید ریزش بکنید توی آب یا نوشیدنی یا هر جای دیگه مخلوط بکنید در اختیار فرد قرار بدید. و در مورد اینکه به چه شکلی اینها میشه استفاده کرد اینجا کاملا توضیح داده. این وبسایت یه نرم افزار هم داره، خب حالا این نرم افزارشون پولیه، یعنی مجانی نیست، یعنی هر کسی بخواد استفاده بکنه باید هولوش 16000 تومان بابتش پرداخت بکنه تا بتونه این نرم افزار رو استفاده بکنه. خب نمونه این نرم افزار خیلی رایگانش هست، یعنی شما میتونید نرم افزار رو به صورت رایگان دانلود بکنی و استفاده بکنی و اصلا نیاز به پرداخت هزینه هم نداشته باشه. منتها برای حمایت از خدمات دوستان بد نیست خرید همچین نرم افزارهایی. و در آموزش امروز من فقط میخوام از خدمات رایگانش به شما معرفی بکنم، نه اینکه ترغیب بشید به خرید نرم افزار و صرف هزینه. خب شما توی قسمت جستجوی آنلاین داروها که توی این قسمت از سایت آقای دکتر خدامی هست میتونید اینجا داروی مورد نظرتون نام لاتینیش رو بنویسید و سرچ کنید براتون میاره. دیگه این از وبسایت ایران دارو. وبسایت بعدی وبسایت تخصصی دارویاب هست. توی این وبسایت هم شما میتونید بخشی از یه نام فارسی دارو یا انگلیسی یا حتی یه شرکت دارویی رو بیاید سرچ بکنید تا برای شما اون رو پیدا بکنید. مثلا من اینجا می‌نویسم استامینوفن، سرچش میکنیم، اگر کلمه رو درست نوشته باشیم اینجا برامون نتیجه رو بیاره. ببینید این انواع داروهایی که با استامینوفن هست، مثلا قطره استامینوفن تولید دارو برای شرکت خارزمی و شربت محلول استامینوفن، شربت شیافه استامینوفن. ببینید یه عالمه صفحه است، یعنی شما تا 5 صفحه میتونید اینا رو ببینید. مثلا من میگم داروسازی حکیم قطره استامینوفن رو ببینیم چی هست. خب اینجا توضیحی در مورد این نمیده که مثلا این دارو چه کاربردی داره و چه شکلی میشه استفادهش کرد. بذارید من روی نتایج اولیه این سایت کلیک بکنم
خب اینجا داروهای هم گروهش رو نوشته، من میگم استامینوفن رو برای من باز کن. وقتی استامینوفن رو باز بکنه، شما اینجا میتونید نتایج و اطلاعاتی که مربوط به استامینوفن هست اینجا میتونید بخونید. نوشته اثر ضد تب و درد داره، ضد التهاب، یه داروی قدیمیه که برای اولین بار سال 1877 درست شده و راجع به شیاف استامینوفن نوشته. مصرف پیش از مصرف شیاف استامینوفن گفته چه مواردی مورد نیازه و یا توصیه هایی که به صورت مکتوب اینجا نوشته، اما برخلاف اون وبسایت قبلی که فقط تیتوار زده بود، این کاملا توضیح داده که این کالا به چه شکلی باید مصرف بشه، قبل از مصرف چه مواردی باید رعایت بشه، نحوه مصرفش به چه شکلیه، چه توصیه هایی داره. اینها مواردیه که گفته و به صورت کامل کاملا توضیح میده، مخصوصا برای دوران بارداری و شیردهی اینها توضیحات کامل نوشته، موارد مصرفش رو اعلام کرده و اگر سوالاتی مثلا برای افراد ممکنه ایجاد بشه اینجا بهشون پاسخ داده. خب وبسایت دارویاب یکی از مواردیه که خب میتونید به راحتی ازش استفاده کنید چون اطلاعات خوبی داده. فقط همین دو سه نتیجه اولشه که بدون وارد کننده هست اطلاعات کامل این مورد نوشته شده است و میتونید این رو پیدا بکنید. خب این هم که اسامی تجاری مرتبط یا شرکت ها به تصاویر کال است. خب من این رو هم میبندم، این رو هم که دیدیم میریم وبسایت بعدی، وبسایت داروها.com هست که این وبسایت هم وبسایت تقریبا کاملیه. من اینجا در قسمت نام دارو می‌نویسم استامینوفن و جستجو میزنم. در صفحه جستجو تعداد مواردی که پیدا کرده اینجا برامون نوشته چه تعدادیه. من میزنم مثلا رو همین ابتدایی تا در موردش یه اطلاعاتی بخونم ببینم چی نوشته. خب اینجا اطلاعات تخصصی دارو رو نوشته، اطلاعات عمومی شما میتونیم اینجا ببینیم که اطلاعاتی به صورت فارسی اینها ثبت نکردن، یعنی عملا ناقصه. اما این وبسایت داروها دارونما، اصخایی میکنم سایت دارونما، یه قسمت داره به اسم گروه بندی داروها که چیز جالبیه. گروه بندی داروها رو میزنید تو صفحه اصلی، نوشته ضد درد و مسکن، آنتی باکتری، ضد افسردگی، دیابت، تشنج، قارچ، دیگه ضد ویروس، ضد سرطان ها. ببینید مثلا شما میخوای ببینید آسم، طرف آسم داره، میخوای ببینید چه مواردی باید مصرف بشه که آسمش از بین بره، میتونی ضد آسم ها رو بزنی. در صفحه جدید ببینید اینها ضد آسم هاست که شما میتونید اینها رو تهیه بکنید. ما تو اینا هر کدومش موارد مصرف داره، مثلا خب متاسفانه اینجا فارسی ننوشته که بشه مثلا این یکی البته هست، موارد مصرف و مقدار مصرف، درمان نگه داره گفته چقدره، موارد من مصرفش گفته برای چه مواردیه، برای باردارها، اونایی که دارن شیر میدن بچه رو، اونا نمیتونن استفاده بکنن از این، و عوارض جانبی که ممکنه داشته باشه رو اعصاب مرکزی، افسردگی ممکنه، گسگس کردن انداماس یا قلب عروقی، مطمئنا درد سینه برای آدم ایجاد میشه، چشم و حلق و بینی، آب مروارید ممکنه ایجاد بکنه و تغییر صدا و خونریزی بینی و سایر موارد. خب ببینید من مجدد برمیگردم به صفحه اصلی تا یه بار دیگه بهتون بگم. اینجا پس میتونید اسامی داروها رو هر چی مد نظرتون بود سرچ بکنید. مثلا من استامینوفن رو سرچ میکنم، اینجا گروه بندی داروها داره، شما میتونید گروه های مختلف دارویی رو پیدا بکنید، مثلا ضد ویروس ها چه مواردی هستن، اینا داروهای ضد ویروس هن که میتونید اینها رو مطالعه بکنید، اشکالش به چه شکلیه، چطور باید مصرف بشه، تنظیم دوزش چطوریه و منع مصرفش کدوم هست، مکانیزماش به چه شکلیه. همه اینها به صورت کامل توی این وبسایت، توی وبسایت دارونما کاملا ذکر شده. من آدرس هر سه سایت، یعنی دارونما، سایت دارویاب و وبسایت خودام درایوز رو براتون، یا همون ایران دارو رو براتون میذارم در انتهای ویدیو. حتما اگر نیاز به اطلاعات دارویی داشتید قبل از مصرف هر دارو، اطلاعات خودتون رو در مورد اون دارو تکمیل بکنید تا خدای نکرده به مشکلی برخورد نکنید. خیلی ممنونم از اینکه وقت گذاشتید، امروز هم همراه کانال محمود بیز بودید. لطفاً ویدیو رو بعد از اینکه دیدید لایک کنید، برای دوستاتون به اشتراک بذارید در شبکه‌های اجتماعی و سابسکرایب فراموشتون نشه. ممنونم، برای همتون آرزوی موفقیت دارم، شب و روز خوبی داشته باشید، خدایا رو نگهدارتون.